ببینید ما چیزی به عنوان کانال بشر دوستانه یا مشابهش رو به رسمیت نمیشناسیم. فارغ از این که همه تحریم ها رو غیر قانونی میدونیم، در جریان هستید که به حال تحریم های دارویی و مواد غذایی جز هیچ تحریمی نبوده که حالا اینا بخوان برای راه اندازی کانالی که در این موارد تسهیل کننده امور هست بخوان حالا سر صدا بکنن، تبلیغ بکنن. و دیدید که به حال به شدت در فضای مجازی بهش پرداخته شده و به نظر ما خیلی ارزش پرداختن نداشت. ضمن اینکه عرض کردم ما از همه روزنه هایی که باعث کاهش فشار بشه بر ملت ایران استفاده خواهیم کرد و این رو مفید میدونیم. اما به هر حال هم آمریکایی‌ها میدونن که تعهداتی دارند، هم رأی دیوان دادگستری رو داریم بین المللی رو در این زمینه که به هر حال دارو و مواد غذایی جزو اقلام تحریمی نیستن و اونها موظف هستن که تسهیلات لازم رو فراهم بکنن برای این نوع کالاها. و به نظر ما اعطای مجوزهای قطع چکانی و مشروط و مقید کردن اونها به برخی مسائل، حالا یه جزئیاتی داره که خیلی من بهش نمیپردازم، اینها نمیتونه رژیم ایالات متحده آمریکا رو از تعهداتی که نسبت به ملت ایران داره و جنایات جنگی که با تحریم دارو به ویژه مرتکب شده مبرا کنه. و حال با پول همین ملت همین داروها وارد شده، چیز جدیدی نیست. و حال از یک سال و نیم پیش باید این کار انجام میشده که با کارشکنی هایی که خود آمریکایی‌ها کردن به الان مکول شده. شرکت سوئیسی هم که این کار کرده به حال هم مزدش رو میگیره، هم با پول ملت ایران داره این داروها رو وارد میکنه. من از شما هم خواهش میکنم دوستان رسانه‌ای که بیش از حدی که شایسته این کانال هست خیلی بهش نپردازیم. به حال توقعات ما بیش از این هاست، تعهدات اونها ده ها برابر و صدها برابر این کانالی که راه انداختن هست و هیچ گونه منتی بر سر دولت و ملت ایران در این زمینه وجود ندارد.